سلام چاکریم. همونطور که میدونید من کار جدیدم رو چند وقت پیش شروع کردم. هیچ وقت در مورد حقوقم من با شما صحبت نکردم. حقوقم الان یه جایی نزدیک 258,000 دلار در ساله و با بونس و فلان یه حرفاش نزدیک یه جایی نزدیک 270,000 تا میشه. و اینکه دیوونه اید باور کردید؟ هر چیزی که آدم ها رو اینترنت میگن رو باور نکنید. 275,000 دلار جراح مغزم مگه من، رئیس منم تازه اینقدر نمیسازه. بیا در مورد این صحبت کنیم که چرا هر کسی هر چیز رو اینترنت گفته و سری ما نباید باورش کنیم. چرا راحت بود؟ پای 5 سالی گفتید آه 200,000 تو درفتن میسازه. اینجا هم کلیسا سره کلیسا میاد و میخونن. بیا صحبت کنیم بیم که چجوری چیکار کنیم روی فضای مجازی. حیات این کلیسه حیاتش بالا، من میام بعضی وقته اینجا میشینم ساکت و اینا. امروز یه شنبه است و باز بارون داره میاد. بیا صحبت کن. اوکی بیا یه چیز کلی، اطلاعات کلی هم بهتون بدم. یه چیزی ما داریم به نام میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن. میس اینفورمیشن همونطور که از اسمش مشخصه واسه کسایی هست که میس اینفورمدن، یعنی اینکه اطلاعات کافی جمع نکردن، خبر رو از این ور اون ور شنیدن و دوباره پخشش کردن و خیلی بهشون نمیشه خورده گرفت، هرچند که جلوتر توضیح میدم خیلی نمیشه بهشون خورده گرفت. به خاطر همین اینو یادتون باشه که چه کار میتونیم بکنیم که میس اینفورم نباشیم و اطلاعات صحیح بدونیم میتونیم به دست بیاریم. دو کسایی هستن که کلک بازن، دیس اینفورم میکنن آدمو، کسایی هستن که میدونن یه چیزی رو دانسته ولی خبرو یا اون اطلاعاتو عوضش میکنن که به شما اطلاعات اشتباه بدن. اونا آدم های خطرناکی هستند به خاطر اینکه به خاطر پول، منافع شخصی یا حالا منافع جمعی خودشون اطلاعات رو عوض میکنن واسه اینکه ذهن شما رو عوض کنن. به اون کار میگن دیس اینفورمیشن. این دوتا رو پس یادتون باشه. اوکی یه سری نکته ها رو واسه اینکه میس اینفورم نباشیم باید رعایت توش کنیم. اولیش با وجود اومدن این سوشال میدیا و فیسبوک و اینستاگرام و توییتر و اینا، یه چیزی رو یادتون باشه، تعداد زیاد فالوور نشان دهنده یا تعداد زیاد لایک ها یا کامنت ها نشان دهنده درستی یک مطلب نیستن. اینو خیلی خیلی مراقبش باید باشی. معروفیت به معنای این نیستش که طرف داره درست میگه. احتمالاً یه سری کلک ها رو بلد بوده یا ترند اون زمان رو بلد بوده که چجوری کار میکنه اینا، تونسته فالوورهای زیادی رو بگیره یا ویوورهاش رو ببره بالاتر. این به هیچ وجه نشاندهنده این نیستش که طرفی که فالوور بیشتری داره حرف صحیح‌تری رو میزنه. اینو یادتون باشه. مهمم نیست واقعا اگه یه رسانه باشه، یه شخص باشه، ببینید که چه چیزی رو میگه. این خیلی مهمه. اولیش موضوع بعدی این که یک خواهشی دارم، واقعا ملتمسانه التماس ازتون میکنم که چیزهایی که خنددار هستن یا عجیب و غریبن از صدا و سیمای ایران، از نمیدونم این رسانه اون رسانه پخش میشن و عجیب و غریبن، نمیدونم یه آخونده نشسته یه چیزی چرت و پرتی گفته، یه کسی دیگه یه چیزی گفته که از مغز شما رو گفت خواستید بگید که یارو چی داره میگه، اینا سریع پخشش کنم. هر چقدر ما این صحبت ها رو پخش نکنیم باعث میشه که این آدم ها توی یک جزیره برن واسه خودشون و ببینن که دیگه این صحبت هاشون جایگاهی بین آدم ها نداره، خودشون خود به خود هضم میشن. دروغ و زشتی اون شکلی میره کنار. چیزایی که عجیب غریب هستن اون شکلی و خواهشانه ازتون میخوام که پخشش نکنید. مهم هم نیستش که هر چقدر بزرگ باشه، یه خورده فکر کنید بهش، ببینید که پخش کردن این پیام
یا این ویدیو یا هر چیز دیگه چه کمکی میکنه. آیا داره مثلا سیستم جمهوری اسلامی صدا و سیماش داره میگه، یا هر سیستمای دیگه که به هر حال رسانه دستشون هستش چه داخل چه خارج، ببینید که با پخش کردن این قضیه چه کمکی میتونید شما بکنید. اوکی، اینم یه چیز دیگه است که بهش بپردازیم. این چیزا توی نگاه اول آره ممکنه خنده‌دار باشه و اینا، ولی تو طولانی مدت که بهشون نگاه میکنی یه چیز سطحیه، یه چیزایی رو پخش میکنی که میگم باز دوباره فایده واسه کسی نداره. چند وقت پیش یه آخوندی اومده بود نمیدونم دعوای کبوتری که نمیدونم آی فلانی حسین کشته شد و فلان حرفا، من خیلی اونو دیدمش. یا یه سری مجریای صدا سیما اومدن بیرون نمیدونم شروع کردن گفتن که ما دیگه اونجا کار نمی کنیم، همه اینا رو پخش کردن و اینا. این چیزا رو واقعا یه خورده با تأمل بیشتری باش بهش نگاه بکنی، چیزای مهمتری وجود داشت، مخصوصا بعد از اتفاقات ایران که بعد از کشته شدن خانم امینی اتفاق افتاد. کسایی بودن که زندان بودن، کسایی بودن که مجروح شده بودن، خبرهای خیلی مهمتری وجود داشت که ما بتونیم اینا رو پخشش کنیم، ولی متاسفانه رفتیم به سمت چیزای سطحی که اونم باز دوباره یه بازی احتمالاً حکومتی و اینا بود. به خاطر همین اینا رو خیلی خیلی هر موقعی کلن یه چیزی رو دیدید و خواستید پخشش کنید، برای چند ثانیه فقط بگید که این کمک به کسی میکنه یا نه. آیا من فقط اینو دارم میفرستم به یک کس دیگه که بگم که ها 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 حالا 5 ثانیه هم با هم دیگه بخنیم، این ها 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 یهو میشه 1,000,000 نفر یه چیزی رو شیر کردن. بعد میبینید که آدم هایی که واقعا خیلی ببخشید مغزهای تو خالی دارن اومدن بالا و اطلاعات غلط رو دارن پخش میکنن تو دنیا و جامعه و دنیای ما شده این شکلی، و اون جایی که اون کسایی که به هر حال حرف درستری میزنن و پخششون نمیکنیم و هیچ صحبتی هم هیچ کاری هم براشون انجام نمیدیم. این دوتا رو ما اگه بتونیم عوض کنیم یه جامعه ترتمیزتری خواهیم داشت که فایدهش واقعا به همه میرسه. اینم یه چیز دیگه است. اوکی، منابع خبری موثقمون از کجا پیدا کنیم؟ ببین یه سری کلا منابع هستن که شناخته شده هستن از سالها پیشه که دارن کار میکنن و اینا، و اونا رو میشه باشون انجام داد. میگم اسم نمیخوام ببرم، ولی یک مپی هست که ما ازش استفاده میکنیم، یه نقشه هست به نام نقشه بایس. بایس یعنی طرفدار یک کسی بودن، معمولا کسی که اون وسط هستن، خبرنگاریه که اون وسط هستن، مثل ای پی یا اسوسییتد پرس. معمولا ای پی جایی هستش که کاملا میتونی روش حساب کنی، به خاطر اینکه فقط خبر رو به شما میده. مثلا میگه که این رنگش آبیه، نمیدونی دیگه، نمیاد توضیح بده شما که آبی حالا به معنای اینه که دموکرات یا به معنای اینه که ریپابلیکن و اینا، اونا توضیح نده، فقط اصل خبر رو به شما میده. جاهایی که کلا اصل خبر رو به شما میدن منابع خوبی هستن. اون بایس مپ رو من اینجا لینک میدم، الان اینجا هم میذارم که نگاش بکنید. و کلا اونایی که به سمت چپ خیلی میرن یا اونایی که به سمت راست خیلی میرن معمولا کسایی هستن که نمیشه روشون خیلی حساب کرد. اونایی که اون وسط هستن جایی هستن که قابل بعد میشه روشون اعتماد کرد. ای پی هست، ای بی سی هست، تو وال استریت جورنال تقریبا هست، بی بی سی انگلیسی تقریبا هست. دوباره میگم این نقشه رو این پایین میذارم، اینم هی جابجا میشه سالهای مختلف، ولی اون وسطا منابع خوبی هستن واسه انجام دادن. خیلی روک بگم تو منابع فارسی زبان نداریم متاسفانه. من هر جایی که نگاه میکنم چه داخلی ها چه خارجی ها به طور کلی منبعی که بشه روش 100% اعتماد کرد نداریم، ولی اشخاصی داریم که واسه این رسانه ها کار میکنن که رو اونا میشه حساب کرد، تک نفره میشه روشون حساب کرد. واقعا نمیخوام اسم ببرم، میترسم که چون عوض بشه یا شکلشون یا به حال چیز باشه، ولی اوکی دو نفر رو میگم. سوری بایدم توی این ویدیو تانکیو، ولی دو نفر رو اشتوت میزنم، ولی دو نفر رو که جواب دادن دیگه، واقعا سالهای زیادیه دارن کار میکنن. من اصلا
یک وحید آنلاین یکی از اون آدم هاست که من شخصا واقعا نمیشناسمش، ولی توی کشیدن چی میگن مو رو از ماسک میکشه بیرون و میشه روش حساب کرد، هیجان زده نمیشه، کارش رو درست انجام میده. دومیش هم که رفیق دوست صمیمی خودم هست. میگم اصلا اینکه چه فکری دارن، اندیشه هاشون چه شکلیه، به من میخوره یا نه، به اینا کار نداره، فقط حرفه ای منظورم هستش. دومیش هم هادی نیلیه که واسه بی بی سی کار میکنه. هادی هم واقعا خبر اگه میده بیرون، خبری هستش که میتونی روش حساب کنی که از جای موثقی اومده و چک کرده قبل از اینکه بخواد صحبت کنه. میگم اسم بردن خیلی جالب نیست، ولی این دوتایی هستن که وقتی من میبینمشون و فالوشون میکنم دیگه میدونم که خبری که دادم بیرون اوکی. تو ایرانی ها نداریم متاسفانه خبرگزاری که بتونه صادقانه باشه، چون هر کدومشون به خاطر یه سری چیزای منافع یه گروهی هستن، ولی توشون آدمایی هستن که نه خبرنگاری هستن که صادق موندن و میشه روشون حساب کرد. نمازی طولانیش ببخشید. آقای پیرانه ترامپ رو پوشیده بود. یه چیزی توی خبر باز دوباره داریم به نام A and B. شما دقیقا یک خبر رو به دو تا گروه مختلف A و B نشون میدی با تیترهای مختلف، ببینی که کدومش بیشتر کلیک میکنه. اینم یک کلک رسانه‌ای دیگه است، یک جورایی واسه اینکه به هر حال ویو بیشتری بیاره واسه شون. به خاطر همین جالبش رو اگه بخواید نگاه کنید، یه مثال خیلی شفافتون بزنم، سالها پیش اگه یادتون باشه یک جنگ بزرگی سر اینکه خلیج فارس هستش یا خلیج عربی هستش و اینا درگیری اتفاق افتاده بود و کشیده شد به گوگل مپس. گوگل واسه اینکه نخواد جانب هیچ کسی رو بگیره یا اینکه بخواد دعوا رو یه جوری خاتمه بده، اگر شما توی یه کشور، همین الان اگه تو کشورهای عربی نگاه کنید، برید تو گوگل مپس بزنید ایران، پایینش نوشته Arabian Gulf، تو پرانتز نوشته Persian Gulf. از بیرون کشورهای عربی، از هر جایی تو اروپا، امریکا، استرالیا سیاست بزنید نوشته Persian Gulf. به خاطر همین بر اساس آی پی آدرسی که وارد میشید، شکل اون چیزی که به شما نشون میده رو متفاوت کرده واسه اینکه دعوا رو خاتمه بده. اگه وی پی ان هم دارید میتونید الان امتحان کنید ببینید که چه شکلی هستش، خیلی جالبه. اینم یه چیز دیگه است، این خیلی خطرناکه به نظر من و این حالا بحث طولانی هستش. شرکت های تک و اینا ازش استفاده میکنن، به خواب میگن که ما داریم پرسونالایز میکنیم، شخصی میکنیم واسه شما. شخصی کردن از یه جایی خیلی خوبه، به خاطر اینکه تو دیگه هر چیزی رو نمیبینی، اون چیزی که به علاوه اینترست تو هستش رو بهت نشون بده. ولی از یه طرف دیگه یک چیزی که حقیقته که همون خلیج فارس هستش و همیشه بوده، توی تاریخ میتونی بخونی که بوددش، دو شکل مختلف بخواد نشون بده خطرناک میشه. اینم یه چیز دیگه است که حواستون بهش باشه. بعدی خوندن منابع مختلفه. ببین من به خاطر کارم، این که من چه تفکری دارم، چپ راست نمیدونم، اصولگرا، جمهوری خواه، هر چیزی که فکر کنید و اینا، اونا مهم نیست، ولی به خاطر کارم و به خاطر خودم من هر دو طرف رو میخونم، هم بی بی سی میخونم، هم فاکس رو میخونم، هم ای بی سی میخونم، هم نیویورک تایمز رو میخونم، هم نمیدونم وال استریت جورنال رو میخونم، هم ایسنا رو میخونم، هم فارس رو میخونم، همه اینا رو میخونم، ولی در نهایتش اون من هستم که تصمیم میگیرم که اینجا یه شیطنتی شده، خبر درست‌تر کجاست. به خاطر این متاسفانه اتفاق نمیفته. ما معمولا اگر جمهوری خواهیم، فقط چیزایی که جمهوری خواه هستش و به ذهن ما میخوره نگاه میکنیم. اگه نمیدونم دموکرات هستیم، فقط اون چیزایی که دموکرات ها هستن رو نگاه میکنیم. ولی اگه خودمون رو بهش عادت بدیم که حتی اگر به ذهنیت ما هم نمیخوره، بیاد هر دو طرف رو بخونم ببینم که به هر حال حقیقت کجاست، یه جای این وسط هستش، اونم یه چیز دیگه است که کمک میکنه.
ما یه شوخی داریم توی خبرنگاری، میگیم که آدمی که هنوز نمرده رو نکشونیمش و آدمی که هنوز مجرم نبوده رو تو زندان نندازیم. به خاطر این مدام چک میکنیم ببینیم که اون طرفی که خبرش اومده دقیقا همون آدم است یا چیزای شبیه به این. به خاطر اول اصلا یه چیزی داریم به نام دیفیمیشن، دیفیم کردن آدم ها، که باعث میشه کسی که نبوده یه کاری انجام نداده اشتباهی ما بگیم که اون آدم انجام داده و لاسوتای خیلی بزرگی خواهد داشت. میلیون ها دلار طرف میتونه شما رو شکایت کنه و سو کنه. ولی از اون مهمتر میخواستم یه تشدید دیگه ای بذارم، این که کلن قبل از این که بخواد یه چیزی رو منتشرش کنی، دوباره میگم تشدید میذارم روش، یه چند ثانیه فکر کنی، چند ثانیه فقط بگی که این چجوریه. و هر چقدر دروغ بزرگتر باشه، مثل قدیم همونطور که صحبتشو کردن، آدم رو زودتر باورش میکنن. اگه مثلا یوز شنیدیم که یه نفر فوت کرده، سعی نداریم پخشش کنیم، یه قبلش ببینیم که یه چهار تا خبرگزاری مختلف رو چکش کنیم، ببینیم که واقعیت داشته قبل از اینکه ما بخوام شیرش کنیم. شایعه پراکنی و اینا صدمات زیادی میتونه با آدم ها بزنه. خودتونو بذارید جای اون آدمه، بگید که اگه من اون اتفاق واسم افتاده بود، آیا دوست داشتم که بدون اینکه قبلش چک بشه خبرشو سریع پخش کنه؟ و چون میتونه زندگی آدم‌ها رو نابود کنه. اینم یه چیز دیگه است که دو مد نظرتون باشه. بچهای گل سابسکرایب کنید چون یه چیز دیگه هم تو شیطنت رسانه‌ها یادتون باشه، این دفعه دقت کنید تو تلویزیون، رادیو، جاهای دیگه خبر قبل و خبر بعد اون خبر اصلی رو ببینید که چی هستش. معمولا یه جوری میذارن که به هم دیگه بخوره و به شما یه فکر سومی بده. مثلا دوباره میگن که دوره خبر اول دوره آسیایی است، خبر دوم اینه که آسیایی ها راننده های بدی هستن، و خبر سوم تصادفات زیاد نشون میده به شما، در صورتی که اصلا این باور غلطه، ربطی به آسیایی بودن یا اروپایی بودن یا هر جای دیگه نداره نوع رانندگی. ولی کنار هم دیگه گذاشتنش یه فکر سومی واسه شما میاره که آسیایی ها پس رانندگیشون اصلا خوب نیست. اینا هم تو خبرها دقت کنید، بعد از این یه خود دقت کنید خبرها رو، ببینید که اون مدیرای خبر میذارن این خبرها رو کنار هم دیگه. خیلی شیطنت ها میذارن. ماشینمش باله. داداشم یه حرف موزه میزد، میگفتش که اگر توی حالا مطبوعات اگر از یک نفر بدزدی برداری مطلبی رو میشی دوست، ولی اگر از تعداد آدم های زیادی برداری میشی مؤلف. به خاطر همین کلن یه چیز دیگه هم در مورد اینستاگرام و آدمایی که خبر آدمای دیگه رو بدون اینکه خودشون زحمتی بکشن لوگوشون رو میزنن روش و پخش میکنن، از این بر میدن، از اون بر میدن، از این بر میدن، اسم خودشون گذاشتن میدیا فلان حرفا، اینا آدمای دغلکاری ان. اینا حواستون باشه. من ویدیوهای فیروز نادری که اومده بود بیرون، کلی از این آدما پیدا شدن که فیلمای منو برداشتن اینور اونور گذاشتن. زیاد میبینید از اینا، خودشون تولیدی ندارن، تولیدشون فقط اینه که از کسای دیگه بردارن بذارن. اونها آدمهای موثقی به هیچ وجه نیستن. خیلی 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 مراقبشون باشید. از یکیشون هم شکایت کردیم، هنوز تو جریانه دیگه داستانش، بخاطر اینکه میلیون ها ویو از ویوهای من گرفته بود و کلی خسارت زده بود مالی، مجبور شدیم که شکایت کنیم. ماها طول میکشه اون قضیه، اگه طالا به نتیجه رسید باید تو خرمیدم، ولی مراقبت کنید از اون آدم ها. پاییز منهتن خیلی باله، یا بگو این دوستان منهتن. به فیل بزرگ بنفش فکر نکنید، اوکی؟ فیل بزرگ بنفش رو فکر نکنید بهش. ذهن میدونی چه جالبه؟ الان به تنها چیزی که فکر میکنید فیل بزرگ بنفشه. بعضی وقتا هم رسانه ها یه چیزایی رو بزرگ بهتون نشون میدن، میگن که اوکی اینو بذارمش کنار، که مدام شما رو به اون قضیه
به سمت ذهن شما، به سمت اون قضیه بکشونن و بخوان که هی به اون قضیه فکر کن. یا اینکه الان تو حال حاضر که من این دارم ویدیو ضبط میکنم، جنگ بین اسرائیل و فلسطینه، ولی هیچ دقت که دیگه خبری از اوکراین نیست تو خبرها، دستوری که هنوز جنگ اونجا ادامه داره ولی هیچ خبری ازش نمیاد. اینم یه قضیه دیگه است که حواستون باشه. کلن بردن اون تایتل بزرگ خبر رو، بعدش هم بردن یه خبر بزرگتر، باعث نشه که این چیزایی که این طرف داره میفته و از بین از یادتون بره. اینم باز کلک رسانه‌ای، حواستون بهش باشه. اوکی، منابع خوب خبری کلن اصخایی میکنن اگه اشتباهی انجام بدن. اصخایی که ما سعی میکنیم که اشتباه انجام ندیم، اوکییم که یه خورده دیرتر باشیم تا اینکه بخوام زود یه خبری رو بدیم و بعدش دروغ باشه، ولی اشتباه اتفاق میفته. حالا انسانیم دیگه، اشتباه میکنیم. منابع خوب خبری وقتی که اشتباهی رو انجام میدن، میان خیلی واقع بینانه توضیح میدن که آقا ما اشتباه انجام دادیم. اونها منابع خوبی هستن. اگر منبع خبری داشتید که مدام اشتباه کرد و نه توضیح دربارش داد و نه عذرخواهی کرد در مورد اون قضايا، منابع خوبی نیستن. کلن بذاریدشون کنار. جاهایی که اشتباه زیاد میکنن و چند وقت بعد، چند ماه بعد توضیح نمیدن و اینا رو بذاریدش کنار، دیگه هم بهشون نگاه نکنید، منابع خوبی نیستن. عالی امروز با وجود اینکه وارون داره میاد، ولی عالی. زمینم برگ ریخته، هوا سه نفره سه نفر است. اگه یه قضیه دیگه هم، این سخنان بزرگان و فلان این حرف هست، نمیدونم عکس انیشتن رو میزنن، بعد یه سخنی که اصلا هیچ وقت انیشتن نگفته یا یه کس دیگه نگفته رو میچسبونن به همدیگه که یه قدرت و بزرگی به اون قضیه بده. اما اصلا این که واقعا این سخنان بزرگان و فلان این حرف ها باید ما بذاریم کنار تو زندگی. اینا چی پن واقعا؟ شما خودت باید انقدر زندگیت به نظر من با حال و بالکن پر محتوا باشه که نیاز نشته بشه چنگی بزنی به کس دیگه. دوم اینکه این سخنان بزرگان و اینا رو خیلی منابع هستن، قبل از اینکه دوباره پستشون کنید، پابلیششون کنید، برید میتونید برید چک کنید، درست آزمایی کنید، ببینید که اصلا این حرفو زدن یا توی شعرهای فارسی ایرانی. یه وبسایت بسیار بسیار خوب است به نام گنجور، نمیدونم کیه پشتش، ولی اگر واقعا نیاز به ساپورت داشته باشن مالی، موقعی که بیاد بیرون من همیشه ساپورتشون میکنم. بسیار خوبه کارشون، فوق العاده است. کار خوب یعنی اون، اونجا جایی هستش که خیلی وقتا مثل شعرها میاد، بعضی وقتا منم حالا توی درگیرش میشم و اینا، بعد میریم اونجا چک میکنیم، میبینیم که اصلا مولانا همچین حرفی نزده بود، حافظ همچین حرفی شعر نگفته بود. منابع اون شکلی ها حواستون دوباره باشه، اینا منابع خوب و توی سخنان بزرگان و فلان حرفا هم اونا هم میتونید چکش کنید. اوکی، این بحث واقعا بحث خیلی طولانی هستش. یه دون دیگه هم بگم که خستتون بیشتر از این نکنم. یه چیز دیگه هم که حواستون بهش باشه، جا به جا کردن تصاویر و گذاشتن صدا از یه جای دیگه روشه. اونو خیلی بهش توجه کنید. چند وقت پیش گروه بابای خامنه ای، ولی یه صحبتی ازش بودش که از جاهای مختلف برداشته بودن که در حد کشتن آدم و اینا بود، حقیقت نداشت واقعا، و از نوع صدا و از نوع حرف زدن اون آدم، یه کسی که به هر حال آدم معروفی هم بودش پخش کرده بود، من مسیج پرس دادم گفتم که این واقعیت نداره. طرف فکر کرد دوباره که من مثلا طرفدار جمهوری اسلامی هستم اینا، گفتم ببین این حقیقت نداره صداش، مهم نیستش که نمیدونم اوباما داره حرف میزنه یا خامنه‌ای داره این حرف میزنه، کار ما اینه که بدون این که طرف کسی رو بخوام بگیریم، صادقانه ببینیم که واقعیت داره اون صحبت یا نه. چیزایی هم که این شکلی هستش که گنده است، مثلا استیو جاب، نه یه ویدیوی دیگه هم چند وقت پیش من دیدم که استیو جابز رو پشت یه صندلی نشسته بودش، بعد افتادش و اینا، از دو جای مختلف کات کرده بودن به هم دیگه وصل کرده بودن اینا، همچین چیزایی نیست، الکی هیجان زده در بودش نشید و اینا. یه خورده چیز باشید، یه خورده نیاز نداریم ما واقعا اینکه بگیم که آه ببین این شرفش رو تا لحظه آخر حفظ کرده بود و اینا. زندگی واقعا اینقدر سفید و سیاه نیست. کشتی ما رو چیه داستان؟ سفید و سیاه نیست. چاکریم.
بس خیلی طولانیه. امیدوارم یه کمکی کرده باشه که ما چیزایی که مهمتر هستن و دقیقتر و حقیقت توشون هست، حقیقت خیلی خوبه، بتونیم پخششون کنیم، به سمتش بریم، زندگی بالتری خواهیم داشت. اینجا این ساختمون همون فرنز آپارتمان فرنز بود تو شو فرنز، و شما فکر میکنید که ایرانی ها مورد پرستن؟ چندلر بینگ یا همون متیو پری دیشب فوت کرد و ببینید که چه خبره اینجا. جوگیر همه جا خلاصه وجود داره. چرا جوگیر؟ به خاطر اینکه این ساختمون اصلا اینجا ساخته نشده، کل اون سریال تو الی ضبط شده. یه شاتی از این از بیرون این ساختمون بوده که به شما بگن که اوکی این شو داره تو نیویورک ضبط شده. خلاصه تفلک، ولی باحال بود، خاطره خیلی ازش داشتیم اینا. بیا فکتو بهتون بگم. فکت امروز در مورد قدرت رسانه‌ای هستش. من تو دانشگاه که بودم، این کاغذی که نوشته بودم تز پایان نامه دانشگاه این بود، در مورد جنگ اسپانیش امریکن واره که از تو کوبا اتفاق میفته. اینا دنبال یک جنگی میگشتن که به هر حال امریکا و امریکن بره با اسپانیش ها شروع کنه به جنگ کردن. هر کاری کردن، هیچ بهانه‌ای نتونستن پیدا کنن، تا اینکه یک کسی به نام آقای هرس رو فرستادن اونجا که بره تو کوبا و دنبال یه بهانه خلاصه بگرده. اینا هر چی چقدر که گشته بود پیداش نکرده بود. و این خیلی، این کلمه خیلی جالبه، به بعدان مدیر اون روزنامه خبر میده، میگه که من اینجا چیزی رو پیدا نمیکنم، و طرف برمیگرده بهش میگه که You furnish the pictures, I'll furnish the world. تو یه چیزی از ذهن خودت بساز و من شروع میکنم به ساختن اون جنگ، نگرانش نباش. و اینجوری شد که اسپانیش امریکن وار از یه دروغ شروع شد که کوبایی ها شروع کردن و زنای امریکایی رو دارن، به هر حال دارن لباساشون رو نمیدونن میکنن و اندازه میگیرن و خیلی طولانیه داستانش، و که بهانه‌ای باشه واسه شروع شدن اون جنگ. لینکش هم این پایین میدم، خواستید نگاه کنید. قدرت رسانه‌ای خیلی قدرت بزرگی، همونطور که میدونید. یه خورده هیجانامونو بیاریم پایین‌تر، فکر کنیم و اینا، جنگ علکی را نندازیم تو دنیا.